سلام دوستای عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به کانال خودتان. امروز بر شما چکر آماده میسازم. از چکر آیات میتونم، چکر بسیار خوشمزه است. ماست بر شما نشان دادم، قبلا ویدیو ساختم برای 12 ساعت. اگر میخواین که زیادتر ماستان ترش بیایه، برای یک شام میمونین و چکر را بعد از او که ماست تیار کردین تیار میکنین. چکر را بعد تکی کاتن یا داکه تیار میکنین. ماست را که تیار کردیم حالا به تکی کاتن انداخته برای یک شب به هوای آشپزخانه میمونم که ترش شوه. چکه باید ترش باشه، چکه بسیار اگر ترش باشه بسیار هم مزیش خوب است و هم ترش مزه میشه. دوستای نازنین، ماست دلتون که کلوشه تیار کردین و اگر خواستین که کم باشه کم هم تیار میتونین. آل بایدی که کاتن داکه انداخته سرش بسته میکنم خوب مکم و به یک جایی بند میکنم که آبش کاملا از ماست جدا شوه و همچنان میمانم که ترش بیایه. دوستای نازنین، بازم بر شما تکرار میکنم، چکه باید ترش باشه. چکر یک شب به هوای آشپزخانه میمانی، نه به یخچال. وقتی که خوب تیار کردین، یک شب از سرش گذشت، بعدا با یک قاشق چای نمک اضافه کرده. بعضی کسا سیروم مندازن، سیروم میتونین که اضافه کنین و به داخل یخچال بانین. برای از یک هفته هلا دو هفته میتونین که از این چکی خوشمزه نگهداری کنین. دوستای عزیز و نازنین، چکه بسیار خوشمزه است، به میرقم تیار کنین. و ماست را که تیار کرده بودم از امو ماست است. 12 ساعت ماندم به هوای آشپزخانه و بعدا به یخچال گذاشتم. حالا چکه تیار میکنم. چکه را برای یک شب بانین، بسیار ترش مزه میشه و چکی افغانستان بوده اما قدر مزه دار میه. آل چکه را به داخل از این ظرف مندازم به این قوطی پلاستیکی و به یخچال میگذارم. پیش از اینکه به یخچال بگذارم، یک قاشق چای نمک اضافه میکنم. بازم تکرار میکنم، بعضی کسا سیروم اضافه میکنن میمانن، بعضی کسا چیره نمک تنها مندازن. نمک هم میتونین پرتین و سیرام همچنان. و اگر میخواین که از این چکی خوشمزه زیاد تیار کنین، میتونین به فریزر بانین، برای یک ماه میتونین نگهداری کنین از این چکی خوشمزه. دوستای نازنین، بازم بر شما تکرار میکنم، این چکه را میتونین با سیرام نگهداری کنین و اگر دوست نداشتین میتونین با یک قاشق نمک یا یک نیم قاشق نمک انداخته و نگهداری کنین به یخچال برای یک هفته یا دو هفته. اگر میخواین که برای یک ماه نگهداری کنین، زیاد تیار کنین، میتونین به فریزر بانین و بعدا نوش جان کنین. این چکه بسیار خوشمزه است، میتونین که همراه اسپاگتی، آش، مکرونی، آشک، منتو و غذاهایی که چکدار است نوش جان کنین. دوستای نازنین، انشالله که خوش شما بیاید، لذت ببرین. واقعا چکه خوشمزه است، چکه افغانی نام داره، بسیار خوشمزه است. شما میتونین از این تیار کنین و نوش جان کنین. دیگر وقت شما را نمیگیرم، شما را به الله پاک سپرده. با فامیل محترمتان جور آرام باشین. خدا نگهدارتان. خداحافظ.